پیام واکنش بعد از شکست 2-0 پرسپولیس مقابل النصر عربستان، بیش از اینکه به خود این دیدار و مسائل فنی بازی فوتبال مربوط بشه، بیشتر به حواشی اون مربوط بود و ادامه بی‌نظمی و بلبشو هنگام خروج کاروان تیم النصر از ورزشگاه آزادی در آخرین ساعت حضور این تیم با ستاره‌هاش مورد انتقاد قرار گرفت. تصاویر منتشر شده تو تونل ورزشگاه آزادی، ورزشگاهی که به حکم 2 سال پیش کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای پرسپولیس بدون تماشاگر بود، خالی از تماشاگر بود، ولی هنگام خروج اتوبوس النصر وضعیت نابسامان اون بدرقه این تیم مثل استقبال نشان از واقعا بی‌توجهی ناکارآمدی مسئولین داشت که حتی توانایی مدیریت یه مسابقه بین‌المللی حساس رو ندارن. همون بی‌نظمی ها و شلوغی و بلبشویی که در هتل محل اقامت رونالدو وجود داشت در هنگام خروج النصر هم دیده شد. خود رونالدو خب همونطور که اشاره کردی به رسم قدردانی در شبکه اجتماعی ایکس و اینستاگرامش از همه طرفدارانش سپاسگزاری کرد و نوشته بود که امروز فوق‌العاده بود، با تشکر ویژه از طرفداران مردم ایران که این سفر رو برای ما ویژه کردن، یه میزبانی باور نکردنی و خیلی گرم داشتن. اما کیفیت بد چمن ورزشگاه آزادی صدای بازیکنان دو تیم رو درآورد. امید آلیشا کاپیتان پرسپولیس گفته که بازیکنان النصر ازش میپرسیدن که این زمین فوتبال یا مزرعه است. آلیشا گفته که شرم‌آور بود که واقعا مقابل تیم بزرگی مثل النصر با تمام ستاره‌هاش تو این زمین بازی انجام میشه. نه تنها رونالدو بلکه خود بازیکنان هم وضعیت زمین شاکی بودن. روز قبل از بازی رفته بوده و بازی زمینی که دیدن واقعا میگه هنگ کردیم. یعنی اینقدر شرایط بد بود. خود گل محمدی هم بعد از بازی گفت که زمین اینقدر خراب بود که بازی هر دو تیم تحت تاثیر قرار گرفت. پزشک پرسپولیس در مورد اون اتفاقی که واسه مهدی ترابی افتاد گفتش بدشانسی بود که پای ترابی توی چاله فرو رفته که پاش پیچ می‌خوره. حتی مجری شبکه تلویزیونی عربستان سعودی هم به کیفیت چمن ورزشگاه آزادی انتقاد کرد و کیفیت زمین چمن ورزشگاه آزادی و کیفیت تصویربرداری بازی پرسپولیس النصر رو با 30-40 سال پیش عربستان سعودی مقایسه کرد. جالبه که سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی موضوع آبیاری چمن ورزشگاه با آب دریاچه آزادی و وجود قارچ و گندیده شدن خود چمن رو بهش اشاره نکرده و تقصیرها رو گردن پرسپولیس میندازه. گفته که با درخواست پرسپولیس چمن رو در اختیار کسی قرار دادن که مدیریت چمن محل تمرین پرسپولیس هم بر عهده داره و در واقع گفته که چمن شاید شکل زیبایی نداشته اما ابعاد و کوتاهی بلندیش مناسب بوده. حالا تصنیم جالبه، خبرگزاری سپاه در تحلیلی به موضوع حضور دختر مدیر عامل پرسپولیس در فرودگاه در جریان استقبال از رونالدو پرداخته و رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس رو در توجیه حضور دخترش برای استقبال از رونالدو توجیه شد توهین تلقی کرده، چون درویش گفته که دخترش رو برده می‌خواسته سوالی درباره فلسطین بپرسه و گفته بوده که قبلا هم از دخترش به عنوان مترجم کمک گرفته به جهت اینکه خیلی ها نمیتونن یه سوالی درباره فلسطین بر نمیتابن سوالی درباره فلسطین پرسیده بشه و میخواستم مطمئن بشم که از دخترم خواهش کنم که باید حتما این سوالو بپرسه. حالا تسلیم گفته که حالا در واقع یعنی تو هیچ اعتمادی به مدیر روابط عمومی نیست، هیچ مخاطبان تو مترجمان دیگه در کشور نیستن که بخوان سوالی رو بپرسن، چرا از بردن دخترت برای دیدن رونالدو از فلسطین مایه میگذاری؟ به هر حال حواشیش خیلی زیاده. پیام ممنونم. البته از در و پنجره شکسته هتل محل اقامت رونالدو نگفتی، سپاسگزارم. علی امادی خبرنگار ورزشی از لس آنجلس با ما.